سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. چند وقتی هست که بسیاری از مقام‌های دولتی ایران، حتی خود رئیس جمهوری، از این صحبت می‌کنند که گزش تحریم‌ها از نقطه حداکثری گذشته. این هفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته بود که دولت از شوک‌های مهم عبور کرده و در شرایط ثبات قرار دارد. در بخش اقتصادی معلوم در این سال‌ها، مخصوصاً در یک سال اخیر، مقدار زیادی از فشارها رو تحمل کردن، به زندگی مردم فشار اومد. ما واقعا شرمنده مردم هستیم که میدونیم مردم شرایط سختی دارن تحمل میکنن، ولی این نوید میشه به مردم داد که به فضل الهی ما از شوک‌های مهمی عبور کردیم. در یک تقریبا همزمان با این صحبت‌ها، گزارش مرکز آمار ایران از قیمت کالا و خدمات منتشر شد که نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در خرداد بالای 50% بوده و گرانی با شتابی کم سابقه ادامه داشته. تورم 12 ماهه ایران در تیر 98 به 40.4% رسیده. تورم نقطه به نقطه که افزایش قیمت‌ها رو نسبت به پارسال همین موقع نشون میده به 48% رسیده. تورم بالا در تاریخ معاصر ایران بعد از انقلاب بی سابقه نبوده، اما این میزان بالاترین حد در 24 سال گذشته است، بسیار نزدیک به اوج تورم در دوره دوم هاشمی رفسنجانی. سعید لیلاز که روزنامه‌نگار شناخته شده و با سابقه در حوزه اقتصادی است، در مصاحبه اخیراً گفته که شرایط کنونی اقتصادی ایران به مراتب بهتر از سال گذشته است. عوامل و مشخصه‌های بسیار بسیار زیادی هست که به من نشون میده که ما بخش مهمی از مشکلاتمون رو پشت سر گذاشتیم. مثلا با وجود اینکه من عملکرد دولت آقای روحانی رو در حوزه تحریم‌ها عملکرد نسبتاً مردودی می‌دونم در مجموع، اما در حوزه اقتصاد به خصوص تا دیماه 1396 این عملکرد مثبت بوده. و در عین اینکه عملکرد دولت در 15 ماه گذشته، 17 ماه گذشته به نظر من مردود بوده، نمره قبولی نمیگیره، اما شما ببینید در پایان بهار 1398، در حالی که هیچ کدوم از شرایط تحریم ها بهتر نشده و ما در ظاهر و رسما به سمت وخامت بیشتر اوضاع میریم، همه چیز در حال تثبیت شدنه. همزمان قیمت دلار هم در ایران به نوعی تحت کنترل بوده، حتی کاهش هم نشان داده. بسیاری میپرسند این نرخ چگونه حفظ شده در حالی که کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی است، تحریم‌ها هم ادامه یافته، همونطور که در صحبت‌های آقای لیلاز هم بود. دولت آمریکا روزانه تحریم‌های بیشتری را علیه ایران برنامه‌ریزی می‌کند. تازه‌ترینش بخشنامه اوفک برای اینکه هیچ خدمات و سوختی به شرکت‌های هوایی ایران داده نشود. اما آیا ایران روزهای سخت تحریم‌ها را اونطور که گفته میشه پشت سر گذاشته و حالا وضع به حال رسیده؟ برای بخش چهار مهمان دعوت کرده ایم. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در مدرسه اقتصادی برگندی از پاریس با ماست. محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، الان از آستارا در ایران. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. و اینجا هم در استودیو علیرضا صلواتی مهمان ماست، کارشناس اقتصادی سیاسی و مدیریت اجرایی. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. بذارید از شما شروع کنم. آقای صلواتی، به نظر شما اوج تحریم‌ها گذشته و کشور به ثبات رسیده اونطور که میگن؟ یکی از نکات جالب اقتصاد این هستش که شما میتونید گزاره‌های مختلفی رو کنار هم بذارید که در ظاهر خیلی مخالف هم هستن ولی همشون درسته. مثلا ما میتونیم به راحتی بگیم که در دو دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی رو چین داشته. مردم چین بسیار فقیر هستند و مردم چین بیشترین محصولات اولترا لوکس رو میخرن. هر سه تا این گزاره ها با اینکه به نظر میادش که غلطه، ولی همشون واقعا درست هستن. در مورد چین صدق میکنه. در مورد ایران هم همینطوره. یعنی الان تورم درسته که خیلی بالاست، ولی رشد تورم منفی شده. یعنی دیگه تورم از این بالاتر توی این چند ماه نرفته. توی همین چند ماه اخیر، یعنی دو ماه این دو ماه اخیر بانک مرکزی که مرتب آمار رو میده، رشد تورم متوقف شده. در عین حال ایجاد اشتغال
بیشتر شده و نرخ بیکاری کمتر شده، که اونم بازم در مورد بحث‌هایی هستش که دلایل اینا رو یکی یکی میتونم بشمارم. ولی آیا این مشکلات، اینایی که الان شما عرض کردم، نشانه موفقیت دولت اصلا؟ آیا دولت میتونست از این بهتر عمل بکنه؟ بله. آیا الان وضعیت مردم خوب هستش و خوبتر خواهد شد؟ نخیر. بذارید نظر سایر کارشناسان رو هم بشنویم. آقای اثری، نظر شما چی هست؟ آقای صلواتی میگن که نرخ رشد تورم متوقف شده. البته ما آماری که داریم نشون میده که نرخ رشد تورم متوقف نشده، یه مقداری کاهش داشته، ولی کماکان رشد هست اونجا. بله، من 100% با فرمایش آقای صلواتی مخالفم و درستم متوجه نمیشم چه میگویند ایشون. اشاره میکنن به آمارهای بانک مرکزی. من دلم میخواد این آمارهای بانک مرکزی رو با این گزارش و تفسیری که ایشون کردن من ببینم. البته در اون گزارش اولی هم که آوردید از آقایان جهانگیری و آقای لیلاز، اون حرفا هم گنگ و نادرست است. ببینید، صحبت بر سر این است که اوز میخوام، من اکو میاد توی، اگر ممکنه به تکنسیانتون بفرمایید درست کنه. من بسیار خوب آقای اسدی، میخوایم من یه مقدار پس ما صبر میکنیم تا مشکل فنی برای شما حل بشه. من از دو نفر دیگه نظرشون میپرسم، به شما برمیگردیم. آقای علی پور، نظر شما چی هست؟ من میدونم که شما به هر حال انتقاداتی سابقا داشتید به شیوه عملکرد دولت آقای روحانی و معتقد هستید که میتونستن بهتر عمل بکنن، اما الان این گزاره که آقای جهانگیری گفته، از شوک های بزرگ گذشتیم به ثبات رسیدیم. شما درست میگن ایشون؟ با نام یاد خدا بابا سلام خدمت شما، تمام بینندگان و مهمانان حاضر در استودیو. خدمت شما عرض کنم که بنده منتقد بودم، الان هم منتقد هستم از آقای روحانی. خیلی انتظار داشتیم، ولی متاسفانه عمل کرده ایشون و تیم اقتصادی ایشون اصلا قابل قبول نبوده. با توجه به سوالی که سرکار خانم پرسیدید در ارتباط با اینکه آیا به ثبات رسیدیم یا نرسیدیم، من قبول ندارم صحبت‌های مسئولین امر رو در ارتباط با اینکه به ثبات بود. چه ثباتی ما رسیدیم که آقای جهانگیری افتخارش رو دارن میکنن و این صحبت رو مطرح کردن؟ ثبات یعنی اینکه سر سفره مردم ما بتونیم این ثبات رو ببینیم. ثبات یعنی اینی که ما بتوانیم معیشت مردم رو، سطحش رو بالا ببریم. ثبات یعنی اینکه مردم یک آرامش خاطری از بابت حداقل روزمره زندگیشون داشته باشن. ولی هیچ کدام اینها احساس نمیشه. در ضمن نرخ تورم هم رشدش کاهش پیدا نکرده، بلکه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و با این روندی هم که داره میره جلو، ما باید منتظر نرخ تورم بیشتری هم باشیم. اما در ارتباط با نرخ ارز که فرمودید که چطور شده که ثبات پیدا کرد؟ اونو میپرسم آقای علی پور، الان وارد اون نشیم، چون بذارید من نظر آقای حسنی ها رو هم راجع به همین موضوع جویا بشم. آقای حسنی ها، شما از اون آدمایی هستین که آمار و ارقام ریز به ریز در مورد اقتصاد ایران دنبال میکنید. در مورد اینکه بالاخره تورم رشد داشته نداشته، اینا الان از کارشناسان نظرات متفاوتی میشنویم. آمار و ارقامی هم که از توی خود مملکت میاد، از مرکز آمار و مثلا بانک مرکزی، گاهی با هم تضاد و تناقض داره. شما فکر میکنید که وضعیت الان چطور هست؟ وضعیت تورمی در این ماهایی که از خرداد به این بعد؟ اجازه بدید من اول توضیح بدم که اتفاقا یکی از انتقادهای کارشناسان اقتصادی و بازیگران اقتصادی در ماهای گذشته این هست که ما با همون مشکل همیشگی مواجه هستیم و اون حبس آمارهاست. ماهاست که بانک مرکزی آمار نرخ تورم رو بر سر یک اختلافی که مرجع اعلام آمار کی هست با مرکز آمار ایران، بانک مرکزی دیگه نرخ تورم رو اعلام نمی‌کنه. نرخ رشد اقتصادی به طور متناوب و مرتب اعلام نمیشه و ما مثل بیماری هستیم که نزد پزشک میره و اون تب او رو میگیره، فشار خون او رو میگیره و بعد پی میبره که بیماری در بدن بیمار هست و شروع به درمانش میکنه. ما هیچ نشانه قابل اتکایی یا کمتر نشانه قابل اتکایی داریم. یکی از این نشانه های قابل اتکا گزارش های مرکز آمار ایران از نرخ تورم هست که شما اشاره میکنید که به هر حال بالا رفته نرخ تورم یا پایین آمده. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که متناظر به تحولات قیمت در تیر ماه هست، بیانگر اینه که نرخ تورم متوسط که در واقع سال منتهی به تیر ماه امسال هست، در مقایسه با سال منتهی به تیر ماه پارسال، یعنی یک سابقه 24 ماهه در این مقایسه وجود داره، این نرخ تورم متوسط
به 40.4% رسیده که همونجور که شما اشاره کردید نرخ تورمی است که تقریبا در یک ربع قرن گذشته بالاترین نرخ بوده و بالاترین نرخ تورم یک دهه گذشته است و کماکان رو به بالا بوده نسبت به ماه قبل اون. اما یک نرخ تورم نقطه به نقطه هم وجود داره که مقایسه نرخ افزایش مقایسه قیمت کالاها و خدمات یکسانی است که یک خانوار در ایران مصرف کرده در تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه پارسال که یک سابقه 12 ماهه از قیمت رو یک ساله از قیمت رو مقایسه میکنه. این نرخ در تیر ماه بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران به 48% رسیده که 2.4% از نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه پایین تره. این به معنای کاهش نرخ تورم نیست، به معنای کاهش شتاب رشد نرخ تورم است. همینطور نرخ که معناش ما... چیه؟ اگه بخوایم ساده بگیم آقای حسنیا، برای منی که میخوام مثلا منی که یه خریدار هستم در ایران، معنیش این هستش که تورم وجود داره ولی نه به اون شتاب قبلی، درسته؟ درسته، یعنی یک خانوار ایرانی برای خریدن یک سبد کالای معین، یعنی اگر این سبد کالا تغییر نکنه، اگر یک نون می‌خریده همون یک نون باشه، اگر یک لباس می‌خریده یک سبد کالای معین، در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال برای خرید همین سبد یکسان نزدیک به 50%، 48% پول بیشتری پرداخت کرده. اما این نسبت به خرداد ماه گذشته، خرداد ماه یعنی ماه قبلی، 2.8% کمتره. این به معنای اینه که شتاب و شدت نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نه خود نرخ تورم. یعنی کالاها ارزان نشده. نرخ تورم 48%، متوجه باشیم که نرخ بسیار بسیار بالایی است و به معنای این نیست که کالاها نرخش تثبیت شده یا اینکه نرخ تورم کاهش پیدا. ما در مورد این در واقع اعداد، در معنای این اعداد در زندگی مردم صحبت خواهیم کرد، اما قبلش بذارید از آقای اسدی بخوام ادامه صحبتشون رو بفهمه. این ثباتی که صحبتش شد، بحث این هستش که مقام ها در ایران میگن تحریم ها بالاترین صدماتی که میتونستن بزنن به مملکت رو زدن، الان دیگه به ثبات رسیدیم. شما با این گزاره هم موافق نیستید؟ بدون شک نیستم خانم. اولا متوجه شدید که و بینندگان متوجه شدن که بانک مرکزی آماری در مورد تورم و به ویژه آهسته شدن تورم نداده است. اصلا بانک مرکزی مدت ها آمار نمیده. اما این بدان میماند که کسی اظهار شادی بکند که مریضی که داشتیم روز به روز حالش بدتر میشد الان به کما رسیده و در کما یه حالت ثبوتی پیدا کرده. خب این حرفا نادرسته. ببینید، هم نادرسته، میگویم چرا به لحاظ آماری نادرسته و خطرناکه. ما سالی 200,000 نفر دانش آموخته وارد بازار کار میشن. تولید کار بین 4 تا 5 هزار نفره در سال، در حالی که بنابر برآوردهای خود نظام ما حدود 800 هزار کار باید در سال تولید بکنیم که جلوی بیکاری رو بگیریم. حالا با یک همچین آماری چطور می شود گفت که به ثبات، چی به ثبات رسیده است؟ بیکاری کم شده که نشان دادم نیست. با توجه به سقوط این تولیدی که در کشور صورت می گیره. یک نکته دیگه هم اجازه بدید عرض بکنم. در شرایطی که اقتصاد بر زمین نشسته است، جوری از ثبات، حالا گیرم که ثبات باشه که نیست، اما جوری از ثبات صحبت می کنن که این گویا یعنی بهبودی. خب ثبات در شرایط اقتصادی که در حالت کما رفته است وحشتناک است برای مردم. آقای صلواتی، صحبت رو بقیه رو شنیدید. به نظر شما این ثباتی که آقای جهانگیری ازش صحبت میکنه به چی بر میگرده؟ چرا دولت داره این حرف رو میزنه؟ اینا فقط بحثای در واقع قولهای سیاسی هست یا حرفای سیاسی که قبلا هم شنیدیم؟ نه، من اولش که عرض کردم در مورد اقتصاد میشه همیشه این حرفا رو زد، ولی اینا نگفتم وضعیت بهتر شده. یعنی آقای حسنیا نه نگفتم بهتر شده، ولی گفت من تاکید به دقت گوش کردم حرفای آقای روحانی و اینا. آقای حسنیا خودشون در تعریفی که از بحث تورم و اعداد میفرمایند دقیقا همین رو میگه، معنیش همینه، اینه که تورم اومده پایین، ولی این نیستش که تورم وقتی میاد پایین منفی که نشده. من شما عدد به شما بگم، الان مثلا بانک جهانی، خب الان آقای ممکنه من هر عددی بگم، آقای اسدی و مثلا آقای سبزعلی پور بگن نه ما اینا رو قبول نداریم، ولی بانک جهانی در گزارش آخرش
رشد اقتصادی ایران رو برای سال بعد مثبت ارزیابی کرده، ولی این رشد اقتصادی مثبت به چه معناست؟ شما فکر کنید که 100 تومان پول داشتید، سال قبل 3% این منفی بوده، سال قبل از اون 6% منفی بوده. وقتی 6% این 100 تومان شما کم میشه، میشه 94 تومان، بعد دوباره ازش یه دونه 3% بهش ضرب میشه، میشه 92 تومن و 12 شاهی. حالا وقتی که شما 1% مثلا رشد اقتصادی داشته باشید، تازه میشه 93 تومن. یعنی شما به همون 100 تومن دو سال قبل بر نمیگردید. ما نمیخوایم که اینجا نقش مار بکشیم و یک جوی رو بسازیم که انگار همه چی گل و بلبله و یا اینکه همه چی ویرانه. من بودم شما ولی آقای جهانگیری رو میخواید؟ نه من دارم، نه آقای جهانگیری هم اینطوری گفتش، گفت وضعیت بسیار بد بوده ولی الان کنترل شده، انگار که مثلا یک بیماری در کما هستش ولی ثبات داره. اینی که توی کماست ولی ثبات داره اینه که نمرده، بدتر نیستش، ناپایدار نیستش. من مثالای پزشکی زیاد خواهم زد، ناپایدار نیستش، ولی این نیستش که فردا میتونه پاشه بره فوتبال بازی بکنه. ما با اونجا زمین تا آسمون فاصله داریم. بحث خب اینجا هستش. خب دقیقاً بذارید اینو مطرح بکنیم. الان این بحث، این تورمی که گفته میشه در 24 سال گذشته سابقه نداشته، حالا یه مقدار الان اومده پایین. من نگاه که میکردم واقعا مثلا در ماهای گذشته هم گاهی سابقه داشت که یه ذره بیاد پایین دوباره برگرده بالا. چه امیدواری هست که این نرخی که حالا صحبتش هست که یه مقدار کاهش داشته به همین شکل ادامه پیدا بکنه؟ برای اینکه لطمات و ضربات اصلی که به پیکر این اقتصاد میتونست وارد بشه تقریبا تمامشون، یعنی اگه مثلا توی دانشگاهی یه ترمی رو باز بکنن و بگن آسیب‌های اقتصاد، تمام اون لطمات رو به این کشور الان خورده. دیگه جایی نداره برای پایین اومدن. بذارید من اینا رو بشمارم، فقط لیستشون رو بشمارم. ببینید آقای ترامپ بالاترین حد تحریما رو گذاشته، آقای روحانی بدترین تیم اقتصادی رو آورده سر کار در دولت دومش، و فساد سیستماتیک در کشور به شدت پایه و ریشه پیدا کرده. آقای سبزعلی پور، نظر شما چیه؟ شما میدونم که گفتید که به هر حال وضعیت اقتصادی، وضعیت مردم خراب هست، ولی میشه این مقدار برای ما به صورت در واقع عدد و رقمی که بفهمیم بگید که چه منظورتون چی هست وقتی میگید وضعیت مردم خراب هست؟ چطور این رو توصیف میکنید؟ شما در ایران هستید، شرایط رو از نزدیک میبینید. ببینید خانم، خدمت شما عرض کنم در ارتباط با بهبودی شرایط اقتصادی یک سری فاکتورها باید وجود داشته باشه که ما اون فاکتورها رو ببینیم. یعنی نمیشه که من فقط بیام پشت تریبون و اعلام بکنم که وضعیت خوب است. اگر خوب است، نشانه هایی باید از این خوب بودن رو مردم ببینن. درسته کشور در تحریمه و بدترین تحریم ها در طی 10 سال، در 12 سال گذشته بر علیه ایران اعمال شده، علی خصوص چند سال گذشته که الان هست، اما چیزی که هستش دولت با مردم صادق نیست. اگر دولت با مردم صادق بود حرفاش قابل قبول بود. دوستان گفتن که تورم کاهش پیدا نکرده، سرعت تورم، رشد تورم کم شده. یعنی اینکه اگر قرار هستش مثلا یک مرتبه 1% تورم بره بالا، حالا هر چند ماه 1% خواهد رفت بالا. ولی که الان ما داریم می‌بینیم نرخ تورم بسیار بالا رکود هست، بیکاری هست، بلکه فشاره. اما دولت محترم آقای تمیز درمانی بوده و هیچ گونه حتی برای کسانی که توی این اوج تحریم ها دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، فعالان اقتصادی که به زحمت دارن تلاش میکنن که چرخ صنعت مملکت، چرخ اقتصاد مملکت رو بچرخونن، ارزشی براشون قائل نیستن. و ما الان داریم تمام این مسائل رو به عینه در داخل ایران میبینیم. حقوق دادن ها، کسانی که حقوق میخوان بگیرن، ماها حقوقاشون موقت شده. متاسفانه آقای سبزعلی پور، ما دوم خروس رو باور کنید یا قسم حضرت عباس، کیفیت خط یه مقدار ایراد داره. اجازه بدین که دوستان ما ببینن که میشه این مشکل رو حل کرد یا نه. من سوال رو از آقای اسدی بپرسم. آقای اسدی، بحث تحریم ها خاتمه پیدا نکرده، گرچه که گفته میشه، آقای جهانگیری گفتن، اینجا هم آقای صلواتی میگن که دیگه هر چیزی که بوده بالاخره انجام شده و بدتر از این دیگه به قول معروف میفرمایید بالاتر سیاهی رنگی نیست. ولی آیا شما همین طور فکر میکنید؟ چون به نظر میرسه که هر روز به هر حال نهادهای مرتبط در آمریکا یک سری لیست جدید میدن و راجع به لیست های جدیدی صحبت میکنن که اینها هم اضافه میشه به تحریم ها.
بله خانم، اجازه بدید به نکته به نکته پرسشتون پاسخ بدم. اولا اگر اشارتون به تحریم‌های امریکا، این سندی است که چندی پیش بیرون آمد به نام ایران ریلیتد سیویل اویشن، بله مربوط به افق. بله خب اگر به همین دارید اشاره میکنید، این تازه نیست، این یادآوری کردن، تحریم جدیدی نکردن. صحیح. در اون سند میگوید که آن تحریم‌هایی که ما کردیم جدیش بگیرید، نگیرید ما میتونیم شما رو تعقیب بکنیم در دادگاه. حرف تازه ای نشده. مگه تا به حال جدی نمیگرفتن؟ سوال اینه است که بسیاری میگن که به هر حال خطوط هوایی ایران هنوز هم دارن کار میکنن، خارج از کشور میرن و میان. آیا این قوانین آمریکا رو اجرا نمیکردن کشورها؟ به چه شکل بوده؟ نه، مسئله سر عمده اینه که وقتی مشامل مرور زمان میشه بعضی وقتا میخوان استفاده بکنن، ولی من به اینم فکر نمی کنم. من مسئله اصلی که دارم بدان فکر میکنم این است که با یک جنگ روانی که به شدت صورت گرفته، چنانچه گویا برنامه تهیه کنندگان برنامه شما به این اشتباه افتادن، یادآوری این تحریم ها به نظر وضع تحریم‌های جدیدتر میاد و این شاید در بازی روانی تاثیرگذار باشه، ولی تحریم جدیدی صورت نگرفته. اجازه بدید دو نکته رو من در این مورد عرض بکنم و بعد در خدمت دوستان خواهم بود و شما و بینندگان. این که تورم شتاب کمتری گرفته، حالا اگرم این درست باشه، تورم یک وقت هست در مورد راه افتادن اقتصاد که نرخ رشدش فرو می نشینه، یه وقت در اثر رکوده. یعنی هر چقدر که این الان تورم که تمام برآوردهایی که میشه نشان دهنده آن نیست که تورم سقوط کرده. دوست گرامی اشاره کردم که بعض مردم بعض خودشون رو میبینن، اما در عین حال اگر هم در این اتفاقی اون رشد شتابنده رو نداشته باشه، این دلیل رکوده. یعنی اگر رکود باشه بیکاریه. حالا اگر فکر کنید که شما دستمزد ندارید، افزایش قیمت ها به جای 20% 15%، چقدر از این بابت ذوق خواهید کرد؟ این بله، این نکته آخری که من میخواستم عرض بکنم اگر اجازه میدید این است که میفرمایند وضع از این بدتر نمیتونه بشه. مگه ته داره وضع بدتر شدن؟ و مگر وضع ونزوئلا از کی میگفتن که از این دیگه بدتر نمیتونه بشه؟ چطور ممکنه بدتر از این نشه؟ من اگر اصرار دارم در این مورد که هممیهنان ما بدونن، ببینید یکی از برندگان جایزه نوبل آقای آمارتیا سن برنده جایزه نوبل شد برای اینکه ثابت کرد مردم با فلاکت اقتصادی بهتر مواجه میشن وقتی آگاهند و یک فکری میکنن. او گفت از زمانی که در هند دموکراسی برقرار شده دیگه ما قحطی ندیدیم، هرچند که بعضی وقتا تولید به شدت، تولید مواد غذایی به شدت کاهش پیدا میکرد، دیگه قحطی ندیدیم. و این برنهاده رو پیشنهاد میکرد که چون مردم آگاهن یک جوری یک کاری میکنن. بر همین بابته که من میگویم نباید این آگاهی، یعنی در حقیقت خبر غلط رو به مردم داد که وضع قرار از زین پس بهتر بشه، بلکه من بر این باورم اگر در بر همین پاشنه بچرخه وضع بدتر هم خواهد شد. مردم باید فکری بکنن. آقای حسن، یا نظر شما چیه؟ به نظر میاد که آقای اسدی اشاره میکنن به وضعیتی که رکود تورمی خونده میشه. آیا شما با این موافقید؟ فکر میکنم که در واقع با استفاده و با بهره‌گیری از نشانه های معدودی که داریم، اگر بخوایم اون نشانه شناسی بکنیم و به هر حال از به نوعی از رنگ رخساره اقتصاد به سر درونش پی ببریم، فکر میکنم که باید تایید بکنیم که اقتصاد ایران دچار یک شرایط دوباره به یک شرایط رکود تورمی در غلطیده. یک تورم بسیار بالا با یک رشد اقتصادی منفی در سال 97، چون آمار رشد اقتصادی بهار و ماهای گذشته رو به دلایلی که حالا گفته میشه چون در جنگ اقتصادی هستیم یا همون تدبیر همیشگی دولت‌ها که حبس آمارهاست نداریم. اما خب رشد اقتصادی سال 97 نشون میده که این اقتصاد ایران در سال 97 با احتساب بخش نفت، اون چیزی که مرکز آمار میگه حدود منفی 5% و بدون بخش نفت
حدود 3% کاهش منفی بوده و کوچکتر شده که به تعبیر آقای دکتر نیلی مشاور اقتصادی پیشین آقای روحانی مثل این هست که از هر ایرانی 90 هزار تومان کم شده باشه در سال گذشته. اما اگر برگردیم به اون پرسش شما که آیا اون چیزی که آقای جهانگیری میگه درست است، به نوعی راستی آزمایی بکنیم اون ادعای معاون اول رئیس جمهوری رو، باز باید با استفاده از نشانه‌های معدودی که داریم و شاخص‌هایی که داریم این رو راستی آزمایی بکنیم. به نظر میرسه که گفته آقای جهانگیری اشاره به این داره که اوج تحریم‌ها و اون بار روانی و انتظارات روانی که تحریم‌ها بر بازیگران اقتصاد ایران می‌گذاشت تعدیل شده. نشانه اون این هست که در هفته‌های اخیر که مثلا همین توقیف نفتکش‌ها رو داشتیم یا زد و خورد پهپادها رو داشتیم، بازارهای اقتصادی ایران که خب به نظر می‌رسید که پیش از این حتی با کمتر سخنرانی‌ها یا اظهار نظرهایی دچار تلاطم می‌شد، یک ثبات نسبی رو داشته. حالا دلایلش رو می‌تونیم اگر وقت باشه بررسی بکنیم که بخشی از اون دلایل همونطور که آقای اسدی گفتن به رکودی برمی‌گرده و به نبودن تقاضایی برمی‌گرده که اساساً این بازارها سر شدن و دیگه تقاضایی وجود نداره برای اینکه تلاطمی به وجود بیاد. اما من سه نشانه مثبت رو که شاید مد نظر دولت مردان هست بهش اشاره بکنم و بعد نشانه های منفی رو که برایند این هاست که میتونه آینده اقتصاد ایران رو از روی اونها پیش بینی بکنیم. یکی از نشانه های مثبت احتمالاً همین ثبات در بازار ارز هست و تعدیل اندک شتاب فزاینده نرخ تورم. شاخص دیگر شاخصی است که اتاق بازرگانی ایران چیزی است که شاخص شامخ، شاخص مدیران خرید نامگذاری کرده و پایش فضای کسب و کار ایران هست. این شاخص هم بهبود بسیار اندکی داشته و در واقع مدیران اقتصاد ایران نسبت به آینده اقتصادی در ماه‌های آتی اندکی امیدوارتر هستند. و شاخص سوم شاخصهایی است که وزارت صنعت معدن و تجارت از کالاهای منتخب صنعتی 57 گروه صنعتی منتخب، کالای صنعتی منتخب رو بررسی کرده و در ماه گذشته نشون از این داشته که حدود 60% این کالاها از این 57 گروه کالای منتخب رشد تولید داشتند و همینطور صدور جواز تأسیس صنعتی 26% افزایش داشته. اینها نشانه‌های مثبتی است که شاید دولت مردان به اعتبار اینها فکر می‌کنن که فضای بهتری در ماه‌های آینده رقم خواهد خورد. اما در مقابل ما شاهد تعمیق کسری بودجه دولت خواهیم بود در نیمه دوم سال، به خصوص در فصل پایانی سال که هزینه‌های دولت بالاتر خواهد بود و همینطور درآمدهای نفتی او و درآمدهای دیگرش کاهش پیدا خواهد کرد. اینکه دولت با چه تدبیری با این کسری بودجه مواجه بشه میتونه پاسخ به این پرسش باشه که آینده اقتصاد ایران تا پایان امسال چگونه رقم خواهد خورد و برآیند این عوامل منفی و عوامل مثبت. متشکرم آقای حسنی، ولی بذارید صحبت‌های شما رو قدم به قدم باز توی بحث مطرح بکنیم. یکیش همین بحث ارز هست و بازار ارز که شاخصه‌ای هست که الان خیلی جاها بهش اشاره میشه. آقای علیپور شما می‌خواستید راجع به این صحبت بکنید، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید چطور شده که بازار ارز به نوعی به یک ثباتی حالا رسیده، شاید حتی نرخ کاهش داشته در مواردی؟ در ارتباط با نرخ ارز مسئولین و سیاستگزاران پولی و بانکی بسیار مهم هستند. ما در زمان آقای سیف داشتیم وضعیت بسیار نابسامان بود و هرچی بهشون تذکر داده میشد یا انتقاد میشد متاسفانه توجهی نمیشد. ولی خوشبختانه از زمانی که آقای همتی سر کار اومدند و سکان کشتی بانک مرکزی رو بر عهده گرفتند، سیاست‌های خوبی رو اعمال کردند و همین سیاست‌های آقای همتی و تیم خودشون باعث شده که یک بخشی از این ثبات به وجود بیاد در بازار. البته بخش دیگریش در دست ایشون نیست، چون کشوری که در حال حاضر تنش داره، با کشورهای مختلف درگیر هست، خدمت شما عرض کنم که وضعیت خیلی ثبات لازمه رو نداره، ورود ارز به کشور با مشکلات فراوانی روبروست. در ارتباط با این قضیه آقای همتی هم تا یه حدودی میتونه این ثبات رو به وجود بیاره، ولی آینده چه کرده آقای همتی که این ثبات رو به وجود بیاره؟ شما از سیاست‌های خوب او صحبت کردید، ممکنه یکی دو موردش رو بگید چه بوده؟ ببینید، آوردن و مذاکره با یک سری از صادرکننده‌ها و کسانی که ارز به کشور میارن، برای اونها یک سری
دورنمایی رو به هر صورت متزور کردن که بتونن ارزشون رو وارد کشور و وارد بازار بکنن. همین بازار وقتی ارز وارد شده، یعنی عرضه بیشتر شده، باعث شده که یک مقداری قیمت‌ها کاهش پیدا کنه. شما وقتی عرضتون بیشتره، تقاضا کمتره، خب قیمت میاد پایین. وقتی که برعکس باشه، خب متاسفانه میره بالا. فعلا تونستن یک مقداری ارزهای صادراتی و ارزهای دیگر رو وارد و روانه بازار بکنن و این امیدواری رو در دل کسانی که صاحب ارز هستن به وجود بیارن. اما این هم تا یه حدودی در اختیار جناب آقای همتی هست. احتمال داره فردا در اختیار ایشون نباشه و مجددا فنر ارز از دست ایشون خارج بشه و جهش پیدا بکنه. ما الان در حالت نرمال نیستیم، در حالت تنش با کشورهای مختلف هستیم که داریم به حساب راجبش بحث میکنیم. اینه که من تصور میکنم یک بخشی از این ثبات برمیگرده به مدیریت خوب آقای همتی که حداقل تونسته یه مقداری ثبات بانک مرکزی و اون اقتدار بانک مرکزی رو از دست آقای روحانی خارج بکنه و در دست خودش نگه داره. شما موافقید آقای سلامتی؟ بذارید من سریع دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید آقای حسنی چطور به اعداد متعهد هستش. ما کارشناسای اقتصادی درسته که قسم بقراط پزشکا رو نداریم، ولی ما باید به اخلاق حرفه‌ای به شدت متعهد باشیم، برای اینکه ما حرفی که اینجا میزنیم رو بعدن 6 ماه بعد، 1 سال بعد، همونطور که در برنامه شما من بودم و گفتم که این تحریم ها کمر مردم فقیر را خواهد شکست، به گسست اقتصادی و در نتیجه خیزش مردمی منتج نخواهد شد. 1 سال دیگه با وجودی که علل اغلب تمام کارشناسان دیگه مخالف بودن، 1 سال دیگه من در خدمت شما هستم و اون اتفاق افتاده. وقتی یه دونه پزشک با یه دونه بیمار سرطانی مواجه هستش، نمیتونه بگه که من دوست دارم تو خوب بشی، پس تو خوب میشی، پاشو برو خونتون. باید بر اساس فکت های پزشکی به اون نظر بده. وقتی یه دونه پزشک بر بالین یه دونه آدم مصدوم مواجه میشه، نمیتونه بگه که این قاتل، بذارید خونریزی بکنه و بمیره. یک اخلاق حرفه‌ای هست که به شدت بر ما یک سری از مسائل رو دیکته میکنه. اقتصاد هم همینطوری رفتار میکنه به ما، یعنی اینکه وقتی که شما براش فقط شعار میدید، بعدا میبینید که اتفاقاتی افتاد که علم اقتصاد قبلا به شما گفته بود. مثال بیارم، اقتصاد احمدی نژاد یا روحانی نمیشناسه. من بارها در برنامه شما بودم گفتم در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد سرجم تولید اشتغال ما تقریبا صفر بود، ولی منفی بود. در 2 سال آخر که دلار جهش پیدا کرد، اشتغال در ایران بیشتر شد. عددها امروز مشخصه دیگه. دولت بانک، اگه بگیم بانک مرکزی دروغ میگه، بانک مرکزی آقای روحانی که به بانک به خاطر آقای احمدی نژاد دروغ نمیگه. در 2 سال 90 و 91 ما رشد اشتغال داشتیم که همین الان هم مواجه هستیم. علتش چیه؟ علتش مسائل بسیار غیر سیاسی و علمی اقتصاده که میگه اگه شما اجازه بدید ارز قیمتش واقعی بشه، اشتغال و یک سری از تولیدها که آقای همکارمونم در پراگ اشاره کردم بهش، افزایش پیدا میکنه. این چیز خیلی طبیعیه، هیچ اتفاق شعبده بازی اتفاق نیفتاده. در مورد ارز، ما به آقای روحانی در دولت اول من متعدد یادداشت داشتم، مقاله داشتم، مصاحبه داشتم، گفتم شما اجازه بدید بعد از اینکه دلار رو به ثبات رساندید، با درخ تورم دلار هم رشد بکنه. به دلایل سیاسی این کار رو نکرد. در دولت دومش جهش اتفاق افتاد. این چیز خیلی طبیعیه که اتفاق میفته وقتی شما سرکوب بکنید نرخ دلار رو. الان این کارو نمیکنه. الان چه اتفاقی افتاده؟ الانم خیلی راحت میتونیم خیلی حساب ریاضی ساده ای، اتفاقا ما میزان نقدینگیمون 3 برابر شده، دلارمون هم 3 برابر شده، هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده. قبلا ارزون بود. نه. من در خدمت شما بودم. بحث من الان چیز دیگه ایه ها. بحث من اینه که مثلا رسید به 13-14 تومن، الان اومده رسیده به 11 تومن. اون قیمت درستی نبود. من در خدمت شما بودم، شما از من پرسیدید که آقای صلواتی 16 تومن بود همینجا. شما از من پرسیدید آقای صلواتی فکر میکنید از 16 تومن بره بالا؟ من گفتم باید بیاد پایین، برای اینکه حسابش مشخصه. من گفتم مجموع تورم دولت آقای روحانی در ریال منهای تورم دلار میشه قیمت واقعی دلار. اون موقع حدود 8-9 تومن بود. امروز اگه نقدینگی رو حساب بکنیم و یا مجموع تورم
7 سال 6 سال گذشته رو حساب بکنیم، منهای تورم حوزه دلار بکنیم، به همین حدود 11 تا 12 تومان میرسیم. بنابراین این نرخی هستش که دولت الان بهش دست نمیزنه، اینو دولت بهش کاری نکرده، الان کم شده، بالا رفتنش دست دولت نیست، دولت خودش داره کاری نکنه. یعنی توی نیما من یاد داشتم هستش روی سایت های مختلف، من گفتم نرخ نیما رو اجازه بدید به نرخ واقعی نزدیک بشه، قیمت میاد پایین. نیما 7 تومن با قیمت بازار فاصله داشت، 3500 اون رفت بالا، 3500 این اومد پایین. طبیعیه، خیلی ریاضی ساده ایه. آیا اصلی نظر شما، آیا صلواتی بسید که معتقدن که دولت اگه کاری نکنه اوضاع بهتره، بهتره که دست نزنه به هیچی، شما نظرتون چیه؟ بله البته مطمئن نیستم که آقای صلواتی هوادار عرضه و تقاضای آزاد در بازار هستن، ولی من بسیار خانم اعتراف میکنم که بسیار مشکوکم به این نرخی که الان بین دلار و ریال هست. در تمامی آماری که از آغاز این برنامه تا به الان گفته شد، هم از سوی گزارش‌هایی که از سوی همکاران شما تهیه شده بود، هم همکاران گفتن، صحبت از نرخ 40% و بالاست. دلار هم یک کالایی است مثل بقیه کالاها. نه تنها کالایی است مثل بقیه کالاها، بلکه نیز پولی است که برای خریدن بقیه کالاها، به خصوص این کالاهای مواد غذایی، به کار میره. من شگفت زدم که چطور ممکنه که رشد این دلار به اندازه رشد بقیه روند کلی تورم در ایران نباشه. این یک نکته. نکته دوم، دلیل اینکه یک مقداری تقاضا برای دلار کمتر شده، دو دلیل میتوان برشمرد تقریبا به اطمینان زیاد. یکی این که چون رکود شده از صحبت تا الان بود، خب وقتی رکود شده شما به کارگر کمتر احتیاج دارید، به سرمایه فناوری کمتر احتیاج دارید و به پولی که باید کارگر و فناوری رو بخرید کمتر احتیاج دارید. حالا اگر کارگر ایرانی و با ریال میشه پولش رو داد، بسیاری از این فناوری ها رو و مواد اولیه رو و مواد نیمه ساخته رو باید با دلار داد، که خب وقتی تولید نیست اونم تقاضا برآمدش میاد پایین. اما در عین حال نکته دیگه ای هم هست که این قیمتی که امروز تعیین شده هرگز برخورد آزاد تقاضا و عرضه نیست. کنترل شدیدی الان وجود داره در مورد اینکه چه صرافی چه مقداری میتونه دلار بخره و بفروشه. میدونید که این یک دروغ خیلی بزرگه، این یک دروغه. الان هر کسی هر مقداری که بخواد میتونه خرید بکنه. شما که در فرانسه نشستید اجازه ندارید، شما که در فرانسه نشستید، همین رو دارم عرض میکنم، آقا ایشون هم لندن هستن، اجازه ندارید که برید هر مقدار که دلتون میخواد پوند بخرید و از فرودگاه رد بکنید. شما اگه در فرانسه این اجازه رو دارید، منم در ممکن تهران باشم. بله بله، اجازه بدید آقای صلواتی. آقای اسدی بفرمایید. آقای اسدی بفرمایید. چنانچه در مورد کنترل شدیدی که خدمتتون دارم عرض میکنم، چند وقت پیش حکمی از سوی حکومت به وارد کنندگان و صادر کنندگان داده شد که اگر شما کالایی رو که صادر میکنید اگر پولش رو بر نگردونید، دیگه ما به اون نرخی که تا گذشته به شما دلار میدادیم دلار نمیدیم. یعنی در حقیقت کسی که صاحب دلاره، اختیاری رو که میتواند فی‌القاعده در یک بازار آزاد با دلار خودش داشته باشه، نمیتونه در این مورد داشته باشه. من فکر میکنم، و این نکته آخرم هست که در این مورد من عرض میکنم، این است که یک جنگ، ببینید هر اتفاقی که در اقتصاد میفته، هر داد و ستدی دو لایه دارد. یک لایه عینیه، یعنی اگر یک کالایی قیمتش بالاتر بره، هزینش بالا بره، قیمت فروشش هم بالا میره، این عینیه. اما در عین حال یک لایه روانی هم وجود داره. لایه روانی باعث میشه که بعضی وقتا تصمیم درست و دست کم تا یه مدتی از خریدار و فروشنده بگیرد، به این معنی بگیرد که فکر کنه که خب این حالا فردا چطوری میشه، پس فردا چطوری میشه، اینی که من الان دیدم عینیت واقعی نیست، به سرعت عوض میشه و یه جوری دیگه عمل بکنه. یکی از دلایل دیگری هم که الان ما یک مقداری با این قیمت از دلار مواجه هستیم، این است که جنگ فراوان روانی دارد صورت میگیرد که همین عرض رو با همین قیمت ما میتونیم نگه داریم. عرض کرده بودم نکته آخر، فقط به این نکته من اشاره بکنم خانم، که دلاری که امروز هست بین 12 تا 13 تومن، نه اون 7 تومنی است که
که بارها در ایران گفته بودن قیمت واقعیش اینه و نه 4 تومن، نه اون 4 تومنه، نه اون قیمت رسمیه، نه 7 تومنه، یعنی 11 تومنی که داشتن میگفتن. ولی تومنه؟ من باورم بر اینه که این قیمت میتونه بالاتر بره. من خانم آقای سلامتی خواهش میکنم اجازه بدین وقتی که دارن صحبت میکنن مهمانان صحبتشون رو بکنن، چون اینجا شما در استودیو هستید، اونها راه دور هستن نمیبینن شما میخواین صحبت بکنید. اجازه بدید صحبتشون رو تمام کنم بعد صحبت کنید. آقای علی پور، نظر شما چیه؟ به نظر شما، من میخوام بحث فقط روی دلار نمونه، چون به هر حال دلار یه شاخصه است، ولی بقیه در واقع شاخصه های مالی و اقتصادی رو هم میشه وارد این بحث کرد. شما خیلی خوشبین نیستید که این آمار و ارقامی که دولت آقای روحانی دادن در که میگن اوضاع رو به بهبود هست درسته؟ ممکنه به ما بگید که بیشتر چه چیزی نگرانتون میکنه؟ این صحبت های آقای جهانگیری رو چرا شما نمیپذیرید وقتی اون میگه که داریم به ثبات میرسیم؟ آقای صلواتی هم میگن الان به یه جایی رسیدیم، بیشتر از این بالا نمیره و از بدتر از این نمیشه. شما به نظر میرسه که با این موافق نیستید، درست میگم؟ ببینید خانم، چون داره یواشوش وقت برنامه تمام میشه، به خدمتتون عرض بکنم که یه تنها چیزی که میشه روش انگشت گذاشت در ارتباط با دولت آقای روحانی، عدم صداقت دولت آقای روحانیه. و این دولت روحانی باعث شده با عدم صداقتش اعتماد مردم رو نسبت به خودش سلب بکنه. و وقتی که میاد میگه الان روزه، شاید مردم باور نکنن و بگن شبه. چرا؟ همین مردمی بودن که نزدیک 20 میلیون بهشون رأی دادن و با چه شور و هیجانی هم بهشون رأی دادن. اما دولت آقای روحانی با توجه به سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، سیاست‌هاش بسیار غلطه. تیم اقتصادی که انتخاب کرده تیم اقتصادی نیستش که دل به سوزونه برای کار. الان داریم میبینیم در وضعیتی که هست، هر روز یه خبر خیلی قشنگی میشه. دیروز میگن 1 میلیارد یورو نمیدونم پول گم شده. اون یکی میاد میگه گم نشده. رئیس دفتر میگه گم شده. آقای وزیر مسکن و شهرسازی میگه که بعد از 30 سال من تازه خانه‌دار شدم. آخه مرد مؤمن، کسی که بعد از 30 سال وزیر این مملکت تازه خودش خانه‌دار میشه، چطوری میتونه مردم مملکتشو خانه‌دار افتخاره که میگه بعد از 30 سال تازه من خانه‌دار شدم؟ اینها صحبت‌هایی که آقایون میکنن. و آقای جهانگیری که از یه طرف میگن که اختیارات از دستش خارج شده، الان دعوا دارن با هم دیگه، از یه طرف میاد پشت تریبون میگه که وضعیت خوب است و به ثبات رسیده. از نظر بنده، چون میبینم که تیم اقتصادی دولت اون علاقه لازمه و اون تعهد لازمه رو نسبت به کار نداره و دائما حرفهایی که زده میشه تناقض داره با هم دیگه و متاسفانه تمام فشار تحریم‌هایی هم که هست رو دوش مردمه و با فشاری که رو دوش مردمه ما تونستیم تا الان تحریم‌ها رو به هر صورت به پیش ببریم و فشار باز هم ادامه داره از طرف خارج. به همین خاطر من اعتقادم بر این هستش که روز به روز با این سیاستی که آقای روحانی و با این دوستانی که دور خودش جمع کرده نمیتونه وضعیت رو بهبود ببخشه. آقای علی پور، مشخص است که شما انتقاد دارید به تیم اقتصادی آقای روحانی. این انتقاد هم جدید نیست، پیش از این هم بارها از شما شنیدیم. بسیار از طرفداران آقای روحانی میگن در شرایطی که وضع اقتصاد اینه، وضع تحریم اینه و خیلی چیزای دیگه که همه ما اینجا میدونیم، چه کار میتونه بکنه؟ به هر حال مجبور هست که به نوعی مردم رو خوشحال و خوشبین نگه داره به آینده. مثلا کسی مثل آقای جهانگیری داره این حرفا رو میزنه، یه عده رو به هر حال وضعیت رو یه جوری کنترل بکنه. ببینید خانم، خدمت شما عرض کنم، تحریم سر جای خودش. دولتی اگر اراده برای کار داشته باشه که این دولت نداره، در اوج تحریم ها هم میتونه کاری بکنه و عملکردی داشته باشه که حداقل نسیمش به مردم بوزه، مردم بدونن که دولتش داره کار میکنه. درسته مشکلات داره، ولی داره کارش رو انجام میده. اگر شما هر روز میای خدمت شما عرض کنم که اجازه میدی که تمام کالاها افزایش پیدا بکنه، هیچ ربطی به تحریم نداره. وقتی شما میای خو امروز میگی نان و من گران میخوام بکنم، آقای دولت روحانی این کار رو شما دارید. وقتی که نظم بانک ها به هم ریخته است، این ربطی به بانک ها نداره. وقتی حمل و نقل رو میبینی مشکل داره، وقتی یه جاده رو میبینی نگاه میکنی میبینی اینقدر چالش زیاده که مردم دارن تصادف میکنن، این هم به تحریم ربط داره؟ هیچ کدام اینا به تحریم ربط نداره. آقایون اصلا چشاشون رو بستن، مردم رو نمیبینن. آقای دولت رو دارم عرض میکنم، دولت آقای روحانی رو. و متاسفانه به عنوان قوه مجریه که تمام اختیارات در دستش هست و با این اختیاراتش میتونه ایران رو گلستان بکنه حتی در اوج تحریم، متاسفانه هیچ کس رو نمیبینه و حرفها و صحبتهایی که میکنن فقط روزمرگی شده. امروز رو بگذارونی فردا خدا کریم. اینجا وقتی شما با آقای عصایی صحبت میکنی، آقای صلواتی همش میخوان یه چیزایی بگن، خودشون کنترل میکنن. من اینجا شاهدم. بذارید چند کلمه تو
اعلام میکنن خانم معذرت میخوام ایشون اعلام میکنن که من حرفایی که زدم تمامش درست در اومده و اینا تمام صحبتایی که با بنده داشتیم رو فیلماش رو به حساب مرور بفرمایید ببینید صحبتایی که کردم کدومش درست در اومده ایشون شده نماینده آقای روحانی اونجا رفته نشسته خدمت شما عرض کنم من نمیدونم هم پولش رو داره توی برنامه میگیره هم از آقای روحانی به یه نوعی داره حمایت میکنه هم فوشش هم داره میده بالاخره بذارید از خودشون دفاع بکنم آقای سلامتی بفرمایید خیلی کوتاه چون من میخوام از آقای حسنیان من نمیخوام بحث رو اینجا شخصی بکنم بحث اینجا هستش که باید مجبوریم بی که به عدد و رقم متعهد بمونیم راه دیگه ای نداریم وقتی میخوایم در مورد اقتصاد حرف بزنیم ممکنه من یه گرایش سیاسی داشته باشم آقای صدرعلی پول چیز دیگه ای باید ولی در مورد عدد و رقم و خوبی خب کار اینه که ما میتونیم آره و خوبی کار اینه که 6 ماه بعد میتونیم به همه این عددا نگاه بکنیم ببینید اون کشور دوچار تمام اتفاقات بدی که میتونه بیفته یک تیم اقتصادی فشل در دولت دوم با مدیریت آقای نوبخت سر کاره بزرگترین و سنگینترین تحریم ها به مدیریت کسی که اصلا در اشل های جهانی آدم نرمالی نیستش ترامپ در اونجا روی اون فشار داره میشه فساد سیستماتیک بسیار عمیقه من سریع عرض بکنم این فساد سیستماتیک 25 میلیارد دلار قاچاق میشه 95% طبق گزارش رسمی 95% خب این قاچاق رسمیه این به خاطر اینه که دولت بله. کارش درست انجام نمیده ما در مورد دولت همه ما و شما شاهد هستین که در ایام انتخابات چطور تکاورای نیروی انتظامی قهرمانانه خونه وزیر رو به خاطر 300 میلیون پوشاک بچه اینجوری اشغال کردن و موفق شدن که یک کمچین کشف بزرگی بکنن ولی 25 میلیارد دلار امروز ببینید الان بحث ما تموم میشه سر فیسبوک این هم آمار مرکز آمار رو من میدم خدمت شما برای بیننده ها بذارید هم گزارش رسمی که میگه 25 میلیارد دلار ما قاچاق داریم 95% کشف میشه و 90% از مبادی رسمی سوار کامیون میشن خیلی چیز بامزه‌ای به شما بگم که برای بیننده ها حتما جالبه کامیون تریلر رو میزنه قاچاق رو میاره تهران کامیون اتوماتیک توسط پلیس راهنمای رانندگی جریمه میشه به خاطر حمل جنس قاچاق اون جنس قاچاق میاد در منطقه 22 در تهران مال که شعار اقتصاد مقاومتی و مبارزه با استکبار میده کی میتونه بیاره کس وقتی در کشور یه دونه کمربند انفجاری نمیتونه بیاد دو تا جوون توی پارک نه اینو فقط 10 ثانیه دو تا جوون توی پارک قرار میذارن پلیس نظامی بلافاصله تکاوراشو میفرسته اونجا کاماندووار میان با دختر مردم برخورد میکنن چطور نمیتونه 25 میلیارد دلار جنس قاچاق رو کشف کنه یعنی اشارتون اینه که دارن سپاه داره اینا رو وارد میکنه آقای علی پور برادران قاچاق کوتاه بگید چون آقای حسنی خیلی وقت ساکتن من خدمتتون عرض کنم اولا که ایشون دارن نیروی انتظامی رو زیر سوال میبرن اصلا چنین چیزی نیستش که بخواد 90% قاچاق از مبادی رسمی وارد بشه این یک دوما نیروی انتظامی کجا میاد به حساب جریمه بکنه بعد ردش بکنه سوما اون ایران مال نه تهران مال در انتهای خدمت شما عرض کنم که همت اونجا هنوز ساخته نشده تازه داره فاز اول دومش افتتاح میشه و 4 تا رستوران و 4 تا دونه مغازه فعلا افتتاح شده کجا برندها دارن میرن داخل اونجا و کسی که دست اونجا رو داره میسازه و این همه اشتغال 30,000 نفر اشتغال اونجا ایجاد کرده و برند خارجی فعلا اونجا نیومده رو باید دستش بوسی توی این وضعیت توی این همه تحریم توی این همه مشکلات تونستن این همه کار بکنن خواهش میکنم همه رو زیر سوال نبرید اگر اطلاعات دارید ما رو دارید اونها رو درست حساب برید آقای حسنی شما روزنامه نگارید فارغ از این بحث های سیاسی به نظر شما بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت آقای روحانی چیه چرا وضع الان به این شکل در اومده آقای صلواتی میگن دولت دوم آقای روحانی این وضع رو ایجاد کرده دولت اول رو ظاهرا قبول دارن آقای علی پور از اولش قبول ندارن شما به نظرتون بزرگترین اشتباهش چیه دولت آقای روحانی من اگه اجازه بدید بحث دلار این نتیجه بفرمایید بعد اینو جواب بدید خیلی کوتاه اونو بگم که من فکر میکنم که خب اساسا مهمترین بازیگر بازار ارز در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی های اون ارز اون پول ملی هستن حالا توی اروپا بانک مرکزی اروپا و قطعاً این محدود ماندن کانال نوسانات قیمت دلار در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نقش
و مداخله بانک مرکزی در بازار هست. اینکه حالا بانک مرکزی ها با چه ابزارهایی این مداخله را انجام بدن مهمه، یعنی آیا ابزارهای اونها ابزارهای اقتصادی است مثل تغییر نرخ سود بانکی، مثل تغییر نرخ سود بین بانکی، عرضه اوراق قرضه یا نمیدونم عرضه طلاهاشون. به هر حال من فکر می‌کنم که کاهش که تعدیل نسبی قیمت ارز بخشی از اون به خاطر مداخله بزرگترین بازارساز، یعنی بزرگترین بازیگر این میدان بانک مرکزی است. عامل دیگه، ما آمار مشخصی از تجارت خارجی در ماه گذشته نداریم، اما میتواند این باشد که با کاهش تجارت خارجی ایران، یعنی کاهش واردات به خاطر تحریم ها بله و سایر موانعی که وجود داره برای تجارت خارجی، تقاضای ارز کاهش پیدا کرده و ضمن اینکه با برهم خوردن اون تنش‌های قیمتی که جذاب می‌کرد این بازار رو برای حضور سفته بازی دلالان و سفته بازان برای نوسانگیری، اونها خارج شدن، یعنی تقاضای سفته بازی در بازار ارز تعدیل شده و دیگه نیاز اسکناسی به ارز در بازار مثل سال گذشته نیست. برای همین فکر می‌کنم که هم رکود اقتصادی، هم کاهش تجارت خارجی و هم مداخله بانک مرکزی و اون وعده‌ای که بانک مرکزی داده برای ساماندهی بازار ارز و بازار متشکل ارز میتواند عوامل چندگانه‌ای باشه برای اینکه این بازار با یک ثباتی روبرو شده. اما فکر می‌کنم که اگر کاهش یا افزایشی که من فکر می‌کنم که افزایش باشه در نیمه دوم سال، این افزایش به شکل شوک‌های قیمتی یا افزایش‌های ناگهانی نباشه و آرام آرام باشه و جزئی و بسیعی باشه. اما اگه به اون سوال دوم شما بخوایم بپردازیم که بزرگترین اشتباه دولت آقای روحانی چیه؟ من فکر می‌کنم که بزرگترین اشتباه دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی اعلام قیمت قطعی برای دلار، یعنی سیاست دلار 4200 تومانی بود که به نوعی چوب حرای زدن به سرمایه ملی بود و اینکه بانک مرکزی خودش رو متعهد دید که در یک نرخی که اصلا معلوم نیست مبنای فکری تعیین این نرخ چه بود، چرا مشهور شد به همین نرخ جهانگیری، آقای جهانگیری اعلامش کرد، بله چرا 4500 تومان، نه چرا یه عددی دید. یعنی این عدد انقدر عدد دقیقی است گویا که مثلا محاسبات خیلی دقیقی صورت گرفته که به 4200 تومان رسیدن و بعد زمینه ساز یک فساد و یک راندخاری بزرگ و عظیمی شد که هنوز که هنوزه ما با سر کوه یخهایی روبرو هستیم که 1 میلیارد یورو اینجا گم شده، یا گفته میشه که نمیدونم تولید کنندگان سیگار که برندهای خارجی هستن این دلارهایی رو که قرار بود برای کالای اساسی باشه استفاده کردن، بسیاری از صادر کنندگان بله. یا وارد کنندگان با این ارز بازیهایی رو کردن. من فکر میکنم که بزرگترین اشتباه سیاستگذاری اقتصادی آقای روحانی اعلام این نرخ بود و اصرار برای نگاه داشتن مصنوعی بازار ارز در این نرخ که نرخ کارشناسی شده ای نبود، و بعد از اون در واقع اقدام در واقع تأخیر و تعلل دولت برای انجام اصلاحات ساختاری بود که بله. به نوعی باز برمیگرده به اینکه منافع دولت‌های پنهان و دولت حالا با تفنگ به تعبیر آقای روحانی شاید اجازه این تغییرات و اصلاحات ساختاری رو به اون نداد. آقای اسدی، نظر شما رو هم راجع به همین بپرسم، بزرگترین اشتباه دولت آقای روحانی؟ پاسخ من باعث شگفتیتون خواهد شد. من به نظرم اشتباه خاصی آقای روحانی ندارد، اشتباه برآمده از این نظام است. هیچ کسی هم اگر جای آقای روحانی بود بهتر از این نمیتوانست عمل بکند. در جایی که فرادستی با راندخارانی هست که از سپاه بگیرید تا بنیادها بگیرید با تمام کنترلی که میشود، این رو به روشنی باید بگویم. برای اینکه البته که میتوان اشتباهات کوچک و بزرگی رو از دولتی گفت، ولی من نمیدونم برای یک اقتصاد در عصر جهان روا، در عصر اقتصاد بازار بنیاد، کدام دولت میتواند بیاید در درون این نظام و دستاورد داشته باشد؟ من بعید میدارم. ممنونم از شما آقای اسدی، آقای علیپور، آقای حسنیان و آقای صلواتی اینجا، و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، روی سایت یوتیوب هم میتونید مشاهده کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.